سلام و وقت بخیر به مجموعه خبری این ساعت رادیو آزادی من جاوید نیمی شما را خوش آمدید میگویم رئیس جمهور امریکا میگوید کشورش اقدامهایی را به خاطر کمک به وضعیت عراق اتخاذ کرده است این اظهارات به دنبال پیشروی های گروه داعش یعنی دولت اسلامی عراق و شام در مناطق غربی و شمالی عراق صورت می گیرد. بارک اوباما بر روز پنج شنبه در یک نشست خبری گفت که تدابیر جدی در سفارت امریکا در بغداد بیشتر شده و برای همکاری و آموزش نیروهای عراقی یک گروه از نظامیان امریکایی به آن کشور خواهند رفت او گفت که این گروه از مشاورین نظامی امریکا تا حدود 300 نفر خواهند بود با گفته ای اوباما این نظامیان ارزیابی خواهند کرد که چگونه بهترین آموزش، مشوره و حمایت برای نیروهای امنیتی عراق جهت پیشرفتشان صورت گیرد. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد که نیروهای کشورش در میدان جنگ در عراق باز نخواهند گشت. با گفته ای اوباما عراق وارد یک جنگ داخلی نخواهد شد و به پایگاه گروههای تروریستی هم مبدل نمی شود. در نتیجه عملیات نظامی در وزیرستان شمالی هزاران تن از غیر نظامیان به ترک خانه ادامه دادند. اسلام آباد عملیات در این منطقه کوهستانی را علی طالبان و سایر شورشیان به تاریخ 15 جون آغاز کرد. نگرانی از حملات هوایی هزاران تن را مجبور ساخته تا به شمول افغانستان و سایر مناطق همجوار پناهنده شوند. به دنبال عملیات هوایی حالا برخی تشویش دارند که اردوی پاکستان شاید عملیات زمینی را هم در وزیرستان شمالی آغاز کنند. درگیری های شدید میان نیروهای اوکراینی و جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین صورت گرفته است. بر اساس گزارش این درگیری ها در قریه های کراسنی لیمان و یامپل در ایالت دونتسک صورت گرفت. یک منبع اردوی اوکراین به خبرگزاری رویترز گفت که حدود 4000 تن از جدایی طلبان که تقریبا 20 تانک، راکت ها و وسایت نظامی سنگین را در اختیار دارند، با اردو این کشور درگیر شدند. یک قماندان شورشیان میگوید که خسارات سنگین به وسایت نظامی جدایی طلبان وارد شده است. درگیری ها روز پنجشنبه زمان اوج گرفت که جدایی طلبان پلان پیشنهادی صلح از سوی پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین را به خاطر بر زمین گذاشتن اسلحه رد کردند. پروشنکو پیشنهاد کرده بود که آتش بس یک جانبه را اعلان می کند و زمینه اف جدایی طلبان را هم فراهم می سازد اما تنها در صورتی که شورشیان صلاح های خود را بر زمین بگذارند سربازان اسرائیلی یک نوجوان فلسطینی را در منطقه اشغالی کرانه غربی کشتند این حادثه در حال صورت گرفت که عملیات نظامی برای پیدا کردن سه نوجوان اسرائیلی که هشت روز پیش از این منطقه ناپدید شدند ادامه دارد بر اساس گزارشان نوجوان فلسطینی محمد دودین نام داشت که 15 ساله بود و در منطقه در شرک هبرون هدف قرار گرفت اردوی اسرائیل میگوید نیروهای این کشور زمان به عملیات آغاز کردند که شماره به سوی آنها سنگ و بمهای آتشزا پرتاب کردند در جریان پنج شنبه شب در کرانه غربی 25 تن از سوی اردوی اسرائیل بازداشت شدند با این اقدام تعداد دستگیر شده ها از آغاز عملیات جستجو برای پیدا کردن نوجوانان اسرائیلی به 330 تن رسیده است از این میان 240 تن عضویت گروهی حماس را دارند و دو فضانورد روسی بیش از هفت ساعت را در بیرون استگاه فضایی بین المللی سپری کردند. از این اقدام با عنوان یک گردش غیر منتظره در فضای یادآوری شده است. بر اساس گزارش ها هر دو فضانورد در نخستین ماموریتشان که نصب یک آنتن ارتباطی بود با مشکلات روبرو شدند این نخستین گردش در فضا برای الکساندر سیگوردسوف و اولیگ ارتیمایوف به حساب میاد در جریان این گردش استیف سوانسون قماندان امریکایی هم با فضانوردان روسی یک جا بود این دو فضانورد از 28 ماه می تا حالا در ایستگاه فضایی بین المللی بسر بردند بیننده عزیز برخی تاولات خبری ما تقدیمتان شد این خبرها و سایر مطالب در صفحه اینترنتی ما آزادی رادیو دات کام. تا دیدار بعد وقت هر یکتان خوش خدا نگهدار رادیو آزادی رادیو آزادی از هفت صبح تا هفت شام امواج متوسط 12.96 و FM 100.5